سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ خیلی خیلی خوشحالم که دوباره کنارتونم. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم، دم همه تون گرم که میان کامنت میذارین، نظر میدین، راهنمایی میکنین. خیلی نظراتتون فوق العاده عالی، لایکاتون عالی، خیلی دوستتون داریم. امروز اومدیم که قسمت دوم چه گلهایی واسه زنبورها خوبه رو بگیریم، یعنی چه گلهایی که توی خونه میتونیم بکاریم و واسه زنبورامون عالیه، میتونه بهشون کمک کنه. توضیحاتش قبلا توی ویدیو قبلی دادم. این دفعه اومدم که این ادامه‌ش رو بگم. یه چند مدل دیگه گل هست و برای یک مقطع زمانی متفاوت. ما در ویدیو قبلی در مورد بهار گفتیم، اوایل تابستون گفتیم و یه گل مثل آفتابگردون رو برای اواسط تابستون گفتیم. از الان میخوایم از اواسط تابستون شروع کنیم بریم جلو که چه گلایی حالا برای اواسط تابستون خوبه، چه گلایی میتونیم بکاریم کمک باشه، هم از نظر شهدی هم از نظر گرده. خیلی از دوستان اومدن گفتن که فلان گلی که شما این اسمو بردین این اسمو داره. خب دوستان، به خاطر اینکه تو کشور عزیز ما انقدر گویش ها متفاوته، لهجه ها و زبون های متفاوتی داره، 100% گیاهایی که من بهتون میگم اسم ها و نام های متفاوتی تو هر محل، تو هر شهر، تو هر منطقه داره. خب بالاخره من مجبورم که یه اسم کتابیشو بگم، یه اسم علمیشو بگم بهتون و حتما عکسشو میذاریم. عکسشو دفعه قبلم گذاشتم مثلا که ببینین که من منظورم چه گلیه و شما خب امکان داره ندونین اسم علمیشو، میتونین با دیدن گلش بشناسینش و اونو به اسم محلیتون سرچش کنین تو شهرتون و به اسم محلیتون پیداش کنین. به خاطر همین گفتم این نکته مهمو بهتون بگم. بچه ما میایم از اواسط تابستون، خب ما بالاخره گیاهای اوایل تابستون و بهار رو شناختیم. حالا میخوام برای اواسط تابستون که یکی از مهمتریناش آفتابگردون بود، توضیحش رو دادم که فوق العاده گیاه عالیه، میگذریم. دومین گیاهی که واسه اواسط تابستون فوق العاده عالیه، زوفای غولپیکر بهش میگن، زوفای غولپیکر آبی. این گیاه دوستان به خاطر رنگ بنفشش من نگاه میکنم، چون که بعد علمی بهتون توضیح بدم دارم بعضی موقعا نگاه میکنم که یک موقع اشتباهی بهتون نشه. زوفای غولپیکر آبی یه شاخهای بسیار زیبا با گلهای به رنگ بنفش داره، مایل به بنفش داره دوستان و فوق العاده واسه زنبورا جذاب هستش و مدلهای هیبریدش هم وجود داره که به نام بلوبوا نام برده میشه و گرده عالی داره و عطیره نعنا هستش و برای بومی منطقه آمریکا، ولی توی خاکای مرطوب به راحتی میشه ازشون کشت کرد و گلدهی مناسبی داره. زمان گلدهش طولانی نیست ولی مناسبه، یعنی شما میتونید یه بخش از گلدهی باغتون رو به این اختصاص بدین. فوق العاده هم زیبا هستش، به راحتی هم بذرش پیدا میشه و توی طبیعت هم به صورت وحشیش هست، اما مدل هیبریدیش خیلی استثنایی و خیلی زیبا، یعنی شما میتونید مدل هیبریدی بلوگواش رو پیدا کنید و فوق العاده واسه یه حیاتاتون زیبا دوستان. یه مدل دیگه که دفعه قبلم واسه تون نام بردم هوسمیت هستش دوستان، به احتمال زیاد شنیدین، عکسش هم میذارم دیدینش، خیلی هم دیدین، شاید اسم هوسمیت واسه تون یه ذره ناآشنا باشه و به اسم محلی بشناسینش دوستان. این هوسمیت ها خیلی برای جذب زنبور کار آمدن، شکوفه های بزرگ سنگینی دارن و همچنین دارای گرده هستش، مقدار کمی هم شهد داره و این گیاه بسیار معطره، یعنی این عطر عالی داره، یعنی به باغتون میده و شما میتونید با استفاده از اون یه مدت طولانی و گلدهی داشته باشین توی باغتون، یعنی یه زمان بلندی مثل 2 هفته یا 3 هفته به راحتی گلدهی داره دوستان و میتونید از این استفاده کنین و توی البته توی خاکای زهکشی شده بعد ازش کشت کنین و توی خاک معمولی نیستش، بعد حتما یه جای مناسبی واسش درست کنین، ولی خب به خاطر مدت طولانیش خیلی جذابه. یکی دیگه از معروف ها که توی اوایل تابستون هست و این مدلش هیبریدش توی اواسط تابستون میشه استفاده کرد، سرخارگل برگ باریکه. سرخارگل ها اصولا همه مدل های هیبریدش شما میتونین بکارین واسه زنبور، همشون، یعنی بلا استثنا، یعنی از آن نداره که بگیم واسه این گلش خوب نیست، همه گلش رو میتونین بکارین. استفاده دارویی هم داره، حتی میتونین گل خوش شدهش رو بفروشیم، دم کردش هم میتونین استفاده کنین و به خیلی گیاه بهینه‌ایه، خیلی گیاه عالیه دوستان. گلاش بنفشه، یه زیبایی و انعطاف‌پذیری خاصی داره، اما این مدلش رنگش ارغوانیه، یعنی به صورتی و ارغوانی میزنه و بنفش. و البته دو مدل چی هم داره، هیبرید هم داره که به راحتی توی باغاتون کشت میشه، مثل دیکسیبل
دیکسیبلش فوق العاده است و پیکابلا هستش. این دو مدلش رو فوق العاده استفاده کنین، واسه زنبوراتون خیلی مفیده، خیلی مفیده، چون گلدهی فوق العاده ای داره. چجوری بهتون میگم، یعنی شما زمانی که کشتش میکنین و رشد پیدا میکنه، شما میتونین با کندن گلای قدیمیش این گلدهیشو افزایش بدین. یعنی شما میتونین از اواسط تابستون تا اواخر تابستون یه گلدهی داشته باشین و این فوق العاده است. یعنی یک فوق العاده کمک عالی رو به زنبوراتون میده و یه گل فوق العاده زیبایی هم هستش دوستان، اصلا خیلی خوبه. الان عکسش به احتمال زیاد دارین میبینین، یا کنار منه یا این ور، الان نمیدونم توی تصویر کجا هستم، هر جای تصویر هستم اون طرفه، شاید اصلا رو صورتم باشه. خلاصه که خیلی جالبه. یه مدل دیگه داریم، گل سوسن کوهیه، شنیدینش؟ خیلی هم شنیدین گل سوسن کوهیو، به صورت وحشیش هستش و حتی به صورت بذرش هم هست. این گل گلای سیاه و زرد رنگی داره، گلای سیاه و زرد رنگ داره و یکی از گلهای جذاب زنبور عسل. یعنی فوق العاده شما کافی اینو بکارین، همین که گل بده شما سر صبح میتونین ببینین که یک توده زنبور عسل تبدیل میشه و گلای سنگین و کوتاه داره، داره شکوفه‌های سنگین و کوتاه داره و لیتل گلدستارش هم، گلدستارش هم یکی از معروف ترین هیبریداشه، یعنی یکی از معروف ترین نژادهاشه که میتونین ازش استفاده کنین. این چهار مدل به اضافه آفتابگردونی که بهتون نام بردم، برای اواسط تابستون تا اواخر تابستون فوق العاده کاربرد داره. میخوایم بریم به سمت اواخر تابستون تا پاییز، یک زمانی که خیلی از مناطق کشور ما به علت سرمای زود دست یا به علت حالا اقلیمشون سریع این صحراشون کم گرده میشه، کم شهد میشه و سریع با این کمبود مواجه هستن توی این فصول، توی یه زمان تا به خود پاییز برسه یا از تابستون کامل عبور کنیم، این مابین یک زمان کمبودی پیش میاد. شما حالا توی شهر ما که نه، ولی توی شهرهای دیگه امکان داره باشه. شما میتونید با شارژ کردن باغتون، با این ترمیم گلای متفاوت توی باغتون، راحت این کمبود رو کاهش بدین و به حداقل برسونین و یه کمک زیادی به زنبوراتون داشته باشین. اولین گلی که برای اواخر تابستون تا پاییز واقعا توصیه میشه، گلای ستاره، گل ستاره‌ایه. دوستان گل ستاره‌ای شنیدین؟ گل ستاره‌ای از اقوامش میشه گفت خود آفتابگردون یه نوع گل ستاره‌ای هستش. ما گلای ستاره‌ای بالای 100 مدل داریم، اما اینی که واسهتون نام میبرم و عکسشو میذارم خیلی یکی از نژادهای معروفشه و برای اواخر تابستونه و گل‌های متفاوتی مثل صورتی، آبی و بنفش داره که این رنگ فوق‌العاده واسه زنبور یک نوع جاذبه به حساب میاد و باعث این تحرکه میشه که تو من ویدیو قبلی گفتم بهتون. و بسیار مدلای متفاوتی داره، اکتبر اسکایش هستش، اینا مدلای هیبریدشه و مدلای نژادهای مختلفشه و بلوبردش. این دو مدل رو میتونین استفاده کنین توی باغتون و یک زیبایی خاصی به باغتون بدین. دیگه یک مدل دیگه که واسه پاییز هستش و البته برای اواخر تابستون تا پاییز هستش، فوق‌العاده عالیه، یعنی فوق‌العاده عالیه. مثل میخوایم مثلا من براتون مثال بزنم شبیه به اون، مثل گلگاف زبون فوق‌العاده تأثیر داره این گیاه. علف تبر بهش میگن دوستان. این علف تبر فوق‌العاده شهد و گرده داره، یعنی شما میتونین با کاشتش با یه تیردو نشون زدنه هم اواخر تابستون این گلدهی داره و زیاد لحاظ اقلیمی زیاد سازگاره با بیشتر اقلیمای ایران. فقط اینکه یک خاک مرطوب نیاز داره و شما میتونین با این خاک مرطوب بهش یک انرژی بدین که این راحت اواخر تابستونتون رو تأمین کنه واسه زنبورستانتون. بعد یه چیز دیگه دوستان، ما این نظرات، این پیشنهادهایی که میدیم واسه دوستانی نیست که 1000 تا کندو دارن یا مثلا 100 تا کندو دارن، ما واسه دوستانی هستش که دارای کندوهای مثلا با تعداد پایین هستن و میخوان این کمک رو بکنن، نمیتونن حالا کوچ بدن، نمیتونن تغذیه مناسب کامل داشته باشن، وگرنه دوستانی که 1000 تا کندو دارن، 100 تا کندو دارن، اینا خودشون کاملا آگاهن که چی کار باید بکنن و من میدونم که خیلی حرفه‌ای هستن و با کوچ‌دهی‌های مناسب این کمبوده رو تامینش میکنن. اما این صرفا بیشتر برای دوستانی که هم تازه وارد این کارشن، هم داره یک تعداد زنبورستان با جمعیت کم هستشه و میخوان به صرفه تر کار بکنن نه به صورت حرفه‌ای. به خاطر همین دوستان این
یه پیشنهاد ویژه بود بهتون. خب دوستان از علف‌های تبر که بگذریم، البته علف‌های تبر هم گونه‌های متفاوتی داره، اما گونه‌های متفاوتش به راحتی پیدا نمیشه. شما میتونید از همون مدل معمولیش یا همون مدل وحشیش که توی کوهستان به وجود میاد استفاده کنیم و فوق‌العاده راحته. دومیش علف طلاییه. علف طلایی که بیشتر به خاطر گردش محبوبه و رنگ فوق‌العاده دلنشینش، و البته از اواخر تابستون تا وسطای پاییز گلدهی داره و فوق‌العاده عالیه. یعنی باورتون نمیشه به خاطر اون عطر خاصش، البته به دماغ ما نمیاد، عطر خاصش واسه زنبور، اون هدفدهی به زنبور، اون رنگش تبدیل میشه، معروف به تبدیل میشه به یک توده وزوزو. یعنی اینکه شما ساعت صبح که بیدار شین و این گیاه ببینین کلن زنبور روشه، تا اینقدر جذابه برای گیاهایی، برای حیوانات، برای حشرات گرد افشان، و فوق العاده بهشون کمک میکنه، یه انرژی میده، یه محرک عالی واسه زنبوراتونه که این پیشرفته رو داشته باشن، که این محرک تخمریزی ملکه باشه، که این کاهش جمعیت زود شروع نشه و یه ذره ادامه دارتر باشه این افزایش جمعیت توی حتی پاییز، بهشون کمک میشه. و البته مدل گلدن فیس و بیبی گلدش خیلی معروفه، علف طلایی، که من باز عکسشو میذارم واسهتون ببینینش، اسمش هم واسهتون میذارم که اگه خواستین سرچش کنین یا پیداش کنین حتما بخونین و پیدا کنین. دوستان ما این ویدیوهایی که میذاریم توی کپشن داره، این کپشن ها رو لطفا مطالعه کنید. گاهی اوقات ما یک سری نکات رو فراموش میکنیم یا به علت بالا بودن مقدار محتوای ویدیو نمیتونیم همه رو توی یه دونه ویدیو جا بدیم، میایم توی کپشن هم توضیحاتی مینویسیم. لطفا این کپشن ها رو هم مطالعه کنین حتما. و میرسیم به آخرین گل و یکی از گل های خیلی جذاب واسه خونه، واسه پانسیون ها، واسه خونه ها. حتما شما اقوامتون یا دیدین خونه اقوام یا به خصوص مادر بزرگا اصولا داشتنش، گل داوودیه دوست. این گل فوق العاده راحت کشتش، یعنی حتی توی یه گلدون کشت میشه تو فصل مهر، آبان و دو تا از فصلایی که تقریبا تو نصف کشور هیچی نیست، شما میتونین کشتش کنین و یه کمک شایان عالی رو به زنبور بدین. رنگ‌های مختلفی هم گلاش تولید میکنه، اینجوری نیست که یه رنگ باشه و فوق العاده زیبا، یه گل زینتیه، یه گل تزیینی واسه خونه، به راحتی کشت میشه توی فصلهای سرد سال هستش. چی از این بهتر دوستان. ما تا اینجای کار دیگه فکر کنم حلوش 8 گل رو بهتون گفتم. یه ویدیو دیگه میسازیم در مورد درخت، چه درختایی میتونیم تو باغمون بکاریم. یه ویدیو دیگه میسازیم در مورد سبزیجات، مدل سبزیجاتی که میتونیم توی باغمون بکاریم واسه کمکشون، و همه اینا چون علت اینکه زیادن مجبوریم یه ویدیوی تکی واسه هر کدوم درست کنیم. خیلی دوستتون داریم، یعنی باورتون نمیشه عاشقتونم، به مولا خیلی دوستتون دارم. خوش باشی، شاد باشی، سلامت باشین، ثروتمند باشین، باحال، شاد، مخلصیم.